مهربان یاران گرامی، به آگاهی شما رسوندم بارها در برنامه های مختلف که چگونه انگلستان و تازیان به رهبری کشورهای عربی خلیج پارس جدا از قادسیه هایی که طی 14 قرن آفریدن، از هنگامی که پادشاه ایران یک ایران مقتدر و بزرگ رو داشت به سوی تمدنی بزرگ هدایت میکرد، ضدیت کردن با ایران و طرح سقوط و کشته شدن پادشاه رو ریختن. مستند اخیر آریامهر که منتشر شده است، بخشیش از همین مسئله سخن میگه و اینکه نیکسون خواهان قدرت دادن بیشتر به پادشاه ایران بود که در منطقه قدرتمند باشه و انگلستان و سعودی مخالف این نظریه بودند و همچنان که من بارها گفتم سرمایه گذاری کردم با ساختن حسین ارشاد، علی شریعتی، مهدیه کافی در شمال و جنوب شهر و نظام شاهنشاهی رو سرنگون کردند و پادشاه رو هم کشتند. چون پادشاه رو میبینید چند ماه بعد از اینکه از کشور خارج میشه سرحال هست در مکزیک و غیره، ولی به ناگهان ضربه های بزرگ جسمی بهش میده و از جهان میره با اشتباهات پزشکی. من 20 سال پیش با آقای دانیل ژلان که نقش پادشاه رو بازی کرده بود، در پیش مشهور فرانسوی نیز مصاحبه کردم و اون تأکید و تایید داشت که شاه رو کشتن. یکی از پزشکاش نقشی داشته در این رابطه. سند بسیار مهمی است، ببینید. بعد از چند روز اقامت کم‌حاشیه در شهر کوچک کوئرنواکا، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بدو ورودش به خبرنگارها اعلام می‌کنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه، دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی‌ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم
هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم.